همتنان عزیز سلام صبحتون بخیر آرزوی صحت سلامتی بر همه شما خوبان تمنا داریم آرزو میکنیم که زندگی بر وقت مراد شما باشه بازم برنامه صبح زندگی در خدمت شما خوبان قرار داریم تا آخرین لحظات برنامه ما را همراه باشین بخش اول برنامه رو بسیره حبیبی تقدیم شما کرد حالا هم در بخش مهم بخش جام هستیم تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله بازی های بیست آوره. بین المللی سی مسابقه در برابر هندوستان برگزار می شود این مسابقات و تاریخ های 21 24 و 27 ماه جدی 14 1402 در استادیوم محالی یالت پنجاب برگزار می شود با شما هستیم در بخش جام و مهمان ما همچنان سید حد سروش گردنده برنامه های ورزشی با ما است در رابطه به موضوعات خیلی مهم ورزش صحبت می داشته باشیم چه خوب است که با سید حد سروش همچنان سلام کلام داشته باشیم دیرتر هم رسیدن در بخش جام سروش عزیز سلام صبح بخیر دیر سلام رسیده سلام جان سلام به تمام هموطنان عزیز ما صبح تان بخیر باشه انشالله. ولا نمیفهم یگان دفعه من چی میگن تایمینگ هم دوچار مشکل میشه <تصفيق> <تصفيق> ساعت را که در نظر میگیرم در او تایم نمیتونم ولی من مذرعت میخوام از شما بینید دایما بخیر و سلامت باشید از دنیای ورزش بگیم در رابطه به با سلسله بازی های بی ساوره لی. تیم کرکت افغانستان که در برابر بر هندستان سه بازی بی ساوره پیش روی دارن بله تیم ملی کرکت افغانستان برای آماده شدن به مسابقات جام جهانی 20 آوره از حالا آماده میشه و این تیم در حال رفتن به کشورهای مختلف هست تا به خوبی خود آماده بکنه ما در آستانه بازی هایی هستیم که این سه بازی قرار است در سه ایالت مختلف برگزار شود بازی اول را استودیوم محالی که در یک از ایالت ها میزبانی خواهد کرد بعد از دو بازی در دو استودیوم دیگر برگزار بشه که قرار است هندوستان میزبانی بازی ها باشه تیم ملی کرکت افغانستان بعد از اینکه عمل کرده خوبی در رقابت های جام جهانی 2023 داشت که در رقابت های پنجا ورمه شد در نهایت تصمیم کشورها به این شد که افغانستان یک قدرت فوقلاده داره یک تیم درخشان است میتانه که چالش جدی برشان و یک محک خوب باشه در بازی ها و دلیل یک چند مسابقه را در نظر گرفتن که قرار است ای بار ای تیم را در برابر هندوستان میبینیم مسئولان برد کرکت میگن که ما سال 2023 در تلاش بودیم تا این مسابقات سر بگیره اما متاسفانه نشد خب بنابر در تقویم پرفشار خود تیم ملی هند بود و یا هم میزبانی جام جهانی در هندوستان ولی امسال قرار است ای بازی ها شروع شد و جالبیتش ایست که بازی ها قرار است سال 2024 در حال ج... که شروع میشه افغانستان در روز دومش بازی داره یعنی بازی های تیم ملی کرکت افغانستان زیاد خاط بود اما قرار است ما در بزر... برابر هند سه بازی 20 اووره داشته باشیم که همانطور که شما گفتیم. تاریخ 11 17 و هم چ... 14 و 17 ژانویه که مطابق میشه با یک، 24 و 25 بس... جدی بله. ما سه بازی داریم ورسه بازی هم خوشبختانه باید بگیم که در پی تلاش های که همکارا انجام دادن قرار است که ما ای بازی ها را به صورت زنده و قانونی در جغرافیای افغانستان نشر بکنیم بینید ما با مو که جام جهانی 2024 2023 را دیدن میتونن که مسابقات را هم تماشا کنن بله این مسابقه که در امارات هم داشتیم خوشبختانه یک مسابقه هم که برنده شده بودیم و دو بازی غیر رسمی را همچنان افغانستان در خوبی داشت سروش عزیز و پنجاوره که در امارات بود ما در امارات بله به اساس قراردادی که برد کرکت افغانستان بسته با امارات چون امارات هم گراوند ما یا خانه ما بر میزبانی از کشورهایی است که ما در برابرشان بازی میکنیم و اونا رو میزبانی میکنیم در این مورد هم یک گفتنی دیگر هم وجود داره تیم ملی کرکت افغانستان یک قرارداد 5 ساله با برد کرکت افغانستان یک قرارداد 5 ساله با امارات داره که به اساس قرارداد که شامل فراهم کردن ویزا برای مسئولین برد کرکت بازیکنان برد کرکت نگرفتن فیس از خود یا پول از استادیوم که در اختیار تیم ملی کرکت قرار و برخی موارد دیگر که در جزیات قرارداد هست افغانستان سالانه باید 5 بازی با یک کشور انجام که شامل بازی های پنجا هاوره و بازی های بیستاوره میشه ما در دو بازی پنجاوره که داشتیم برابر تیم در او بازی, بازی اول با اختلاف 109 دوش بردیم بازی دوم ما را با اختلاف 95 رنز تا در هر دو مسابقه به پیروزی برسیم تیم ملی کرکت امارات هم خود اماراتی ها نیست بازی از بنگلدش، بازیکنون از سریلانکا، از پاکستان حتما بیترین در از بله. که فکر میکنم از نظر بوردهایشان قابلی نبودن که بیان. در تیم میلی کرکت پاکستان نیستن بسیار سخت است بس حالا در افغانستان همین گونه شده شما باید یک فیلترشن بسیار سختی را تیر کنید ما سه بازی بیستاورم داریم برابر اینا که یک بازی خود را انجام دادیم بلد. و این بازی را با اختلاف 72 دو رنز بردیم یک بازی هم امروز هست امروز که ساعت بازی ساعت هم شش و ساعت شش و سی برگذار میشه به وقت کابل و بازی بعدی هم همین گونه بله بازی بعدی هم, که قرار است تاریخ دوی جنوری برگزار شود ساعت شش خواهد بود او بازی هم قرار است که افغانستان امارات با بازی کنند این بازی ها خیلی اهمیت داشت سروش عزیز که بتونیم در بازی های بین المللی بی در اندوستان درخشش هم داشته باشه تیم افغانستان بله بله یک یک محک خوب هست برای تیم در نبود ستاره فوق و درخشان ما که راشد خان هست ما باید نتیجه بگیریم خب بعض مواقع شما مو شیرازه تیم را ندارین باید یک بازیکنان جاگزین را بیارین نبود راشد خان خودش باید بگم که امو وینر تیم وقتی در نباشه در میدان شما حریف ها با بالایش ما حساب جدی تر نمیکنند نمی و میخوان که شما رو ببرن وقتی شما وینر تانه مثل راشد خان نبی و دیگران را داریم پس حریفات شما حراس میکنن ما چون راشد خان دوچار مشکل یک جراحی داشت به او خاطر نتونست یک جمله را پیشتر گفتم او رو تکمیل کنم رئیس برد کرکت افغانستان در حال رایزنی با بی سی هست تا یک استادیوم از بیشتر در اختیار بگیره که بازی های میزبانی افغانستان در هند هم برگزار شود که یعنی هوم گراوند افغانستان یکی دیگر هم در هند باشه که یک کمک بزرگ برای تیم ملی کرکت افغانستان خواهد کرد که چرا هوم گراوند کرکت باید بگیم که آی سی سی امروز هند است چون هند بسیار قدرت قوی داره در در کرکت جهان بله خب ترکیب تیم شاید دو فردی که شما نام گرفتین که نیستن حتما کسای دیگه هستن که میتونن جای پر نکردن پر نخواد بتونن اما درخشه شاید داشتم یک،, یک اتفاق افتاد که بازیکنان گفته شده بود که به اساس میلی که به خود برد کرکت روان کردن سه بازیکن میخواد فقط در بازی بین بازی بکنن که بازی های تجارتی است اما برد کرکت یک واکنش جدی نشان داد و هرچه بازیکن با محرومیت جدی رو برو کرد که یک سال از عدم قرارداد مرکزی بود به ادامش بعض موارد دیگر اضافه کرد که در نهایت دوباره برگشتشان رقم خورد که در این بازی ها فضل حق فاروقی و نوین الحق را دیدیم در بازی که قبلی برگزار شد فضل حق دو ویکت هم گرفت که ویکت های بسیار مهم بود مجیب حالا فعلا در بیگ باش بازی کرد در است در آستانه بازی سوم میرسه اما قرار است که در ترکیب تیم ملی کرکت افغانستان برابر هندستان باشه بر بازیکنهایی داریم حتی کاپیتانی ما تغییر کرده ابراهیم زدرانی که در اولین صد دوش افغانستان در کپتانی ج... پنجاوره جهان را ثبت کرد او خوشبختانه فعلا کاپیتانی رو داره بله و این سه مسابقه بیساوری پرملایی که از خب بازیکنهای ما در ترکیب تیم ها بودن اصلا و میدانند که چگونه بازی بکنند زمین برشان معلوم خواهد بود دیگر. کاملا کاملا که, که نتیجه خوب خواهد داشت ما ما سه بازیکن چند هشت بازیکن ما تقریبا قرار است در رقابت های آی پی 2024 بازی وقتی اکشن مراسم اکشن یا داوطلبی یا خرید بازیکنان در دبی برگزار شد برای اولین بار در تاریخ کرکت هندوستان یک زن آمد برنامه داوطلبی انجام داد به عنوان اکشنر بعد ادامش مهمی بود که بزرگترین نقم پولی را تیم ها مصرف کردن امه. شما ببینید رکورد امسال که آکشن انجام شد به 24 اشاری هفت بود یعنی 247 میلیون تقریب افغانی تقریبا اینا هزینه کردند بر خرید یک بازیکنه که استارک بود پیش از او کپتان تیم ملی کرکت استرالیا هم خریداری شد که 20 کرور بود امه. افغان ها مجیب در داوطلبی دور اولش با دو کرور قرار بود فروخته شود در دا دوم خریداری شد خوشبختانه قرار است ما هشت ستاره داشته باشیم میدان کرکت های کرکت هندوستان بر ما آشناست ما بیشتر بازی کردیم و بازیکنان افغانستان توانایی شناختن خوب پچ ها را دارن از پچ ها خوب استفاده کرده میتارن با خیر و سلامت باشی سروش عزیز تشكر از اینکه و معلومات خوب را در رابطه بازی بین با المللی از هندوستان ارائه کردین سلامت طبعا انتظار حاد بودند این مسابقات هم در جغرافیا افغانستان از آریونا بیننده باشه کسایی که میخوان شنونده باشند به شکل کامنتری از رادیو آریونا این موضوع فراهم کردیم چون در اکثر نقاط افغانستان ما یا برق نداریم یا هم بیننده ما دسترسی به اینترنت و تلویزیون نداره به خاطر چون رادیو از سابق رواج بود بله. رادیو را گذاشتم که بین ما از طریق رادیو ما از طریق رادیو هم باشن بله. تماس تلفن این بگیرند در هر سه مسابقه از طریق رادیو 93.5 به صورت کمیتی پخش خواهد شد سپاس سید سروش کردید سلام علیکم موفق باشید سپاس همتنان هر شما از هم که بیننده صبح زندگی هستین در حال حاضر هم وقفه داریم بعد از وقفه بخش نو سلامتی با بصیر حبیبی همراه باشید